درود بر شما دلاوران و رزمندگان شجاع ایران زمین، درود به تک تکتون. من به عنوان یک ورزشکار سابق از تک تک شما تشکر می کنم، چون در 43 سال گذشته شما هیچ وقت در برابر استعمار و ارتجاع کوتاه نیامدید. شما ایستادگی کردید تا جایی که این مقاومت رو به تمام دنیا نشون دادید. شما ایستادگی کردید و رهبری مقاومت مسعود و مریم رجوی، این راهنمای ما رو هدایت کردن و کاری کردن که ما در دنیا همه کشورهایی که حداقل یک جو شرافت داشته باشند میدونن که شما آدمهای آزادی خواه و مبارز هستید. در این 43 سال شما در خارج از ایران کمترین خلاف نکردید، حتی رانندگی رو سعی میکنید خلاف نکنید، برای اینکه شما آزادی برای ایران میخواید، میخواد کشورتون آزاد باشه، آباد باشه، با قول خانم رجوی جدایی دین از دولت باشه، کسی رو به خاطر اعتقاد و یا عدم اعتقادش مورد سوال قرار ندن. اینها رو واقعا من در برابر شما زانو میزنم، تک تکتون، نه در اینجا، در تمام کشورهای جهان، در آمریکا، کانادا، اروپا و استرالیا، تمام انسانهایی که این کار رو انجام میدن، به خصوص در داخل ایران کانونهای شورشی. شما مرسی. دوستان عزیز، در داخل ایران بسیار سخت آمار گرفت. ما در دانشگاه وقتی میخواستیم آمار بگیریم میگفتن که شما نمیتونین همه اونجایی که خفقان هست و گروهی یا کسی نمیتونی اسمش رو ببری، دیگه آباری وجود نداره، ولی شما در ایران وجود دارید. وجودش کجاست؟ این خامنه‌ای ملعون و جانی هر وقت حرف میزنه و رژیمش هر وقت حرف میزنه از شما حرف میزنه، چون کسی دیگه غیر از شما نیست و این بسیار برازنده است. واقعا بهتون افتخار میکنم و امیدوارم که همیشه سرفراز باشید. ما الان تمام دنیا میدونن رژیم ایران یک رژیم تروریسته. از زمانی که این رژیم در خاورمیانه در ایران پیدا شد، خاورمیانه به هم ریخت. ببینید کشورها چی شدن. اصلا ما قبلا این تمام گروه های تروریستی که الان میبینید ما نداشتیم. همه اینها از بودجه مردم ایران سرچشمه میگیره و رژیم خمینی اینا رو میده اونجا. ولی مردم ما باید سرشون رو بکنن تو آشغال دنیا ها، غذا تهیه کنن برای خودشون. کسی که این همه ثروت هست، نفت و طلا و مس و آهن و همه اینا رو دارن، آمدن اونجا کارشون فقط تروریسته. البته یک مقداری هم تکامل پیدا کردن در تروریست، نه در چیز دیگه. اقتصاد رو خمینی ملعون گفت مال خره، و بعد اقتصاد که مال خره اون ملعون بگه، خب معلومه مردم دیگه اقتصادی نخواهند داشت. هر کس دزدی میکنه همشون از سران رژیمن، اختلاس ها از سران رژیمن. کی این کارا رو کرده؟ تمام کسانی که در قدرتن. و درود بر شما که در این سالها استادید و نشون دادید به دنیا که این دولت تروریستی است. حالا این دولت تروریستی بارها تهدید کرده کشورهای اروپایی و آمریکایی رو که ما هر وقت بخوایم 1000 نفر رو ما گروگان میگیریم و هر کدوم رو 1 میلیارد دلار پول میگیریم. اینم یک منبع درآمدی براشون در آیندهشون هست. اگر تحریم نفتی بشه، تحریم گروگانگیری نخواهد شد. الانم بیشرمانه، واقعا بیشرمانه دولت بلژیک این کار کرده. دوستان عزیز، درود بر شما و سازمانتون که 10 روز قبل از اینکه این
اتفاق بیفته سازمان متوجه شد و همه شما بیدار بودید و هستید، در تمام صحنه ها رسوا کردید و الان هر روز اینو پس میندازن، میگن حالا الان نه هفته دیگه، باز هفته دیگه، برای اینکه این راهی پیدا کنن. اگر اینها به واقع متمدن هستن باید بگن آقا چطور میشه یک قاتلی که آمده به عنوان یک نفر دیپلمات رژیم، یعنی دیپلمات نه شخص معمولی، دیپلمات یعنی کسی که در سفارتخانه امنیت داره و کسی که میتونه از مرز بیاد بره این ور اونور، خودش این بمب رو آورده اینجا. هممیهنان عزیز، به تمام دنیا و به خصوص این بلژیکی ها و اینایی که اینجا هستن باید بدونن اگر یک دیپلمات بم میاره اینجا منفجر کنه، یعنی تمام سفارتخانه ها در تمام دنیا کارشون بمبسازی و بمب درست کردن و تروریستیه. نمیتونیم بگیم آقا این یکی فقط تنها بوده، این شخص نیست، این یک دیپلماته و این دیپلمات رو نمیتونی شما با یک کسی دیگه عوض کنین. حالا چیکار کردن اینا؟ میرن یک توریستی رو میگیرن، میان حالا شما اون قاتلی که میخواسته 100,000 نفر رو از بین ببره بدین، ما این توریست رو آزاد کنیم. آخه این بیشرافتیه همین دولت هاست، دولت فرانسه اینجا، هر دولتی که با اینا همکاری کنن، واقعا بیشرافتیست که چرا باید به یک تروریست باج بدین، چرا با یک تروریست صحبت کنین. آخه خجالت آوره، چطور میشه؟ مگر شما رو نمیبینن اینا؟ در این سالها کدوم یکی از ما یک کار خلاف کردیم در دنیا؟ کدوم یکی از ما یک کار غیر قانونی انجام دادیم؟ چرا ما را در لیست تروریستی گذاشتید؟ برای اینکه ما مماشات کنید با رژیم تروریست، نتونستید موفق بشید، ما را داغون نتونستید بکنید، ولی حالا شما خودتون داغون میشین. این خجالت آوره، چطور میشه؟ بیاین آخه این، من باور کن زبان قاصر از این که بگم چطور اینها میتونن خودشون رو کشور متمدن و آزادی خواه و آزاد بدونن ولی بیان این کارهای بیشرمانه رو انجام بدن. به هر حال من خیلی بحث داشتم، ولی یک مسئله دیگه رو بگم. این اسدی دفترچه زردی داشته و سبز، ببخشید، دفترچه سبز، خیلی ممنون که گفتید، دفترچه سبزی داشته که 140 تا نفر که با اسمای مستعارم هست هنوز فاش نشده. خب دیپلمات ها، آقای وزیر، وزیر دادگستری، اینها اینجا وجود دارن، شما که نمیشناسید و افشام نکردید. اینها فردا میان یقه تک تک شما رو میگیرن. شرماور این کارتون، این کار زشترین کاری است که دارین انجام میدین. ولی درود بر مجاهدین، درود بر شما تک تکتون. باز میگم واقعا وقتی نگاه میکنم احساس غرور میکنم که من ایرانیم، چون واقعا این تروریست ها میان و در اینجا ها مشکلات ایجاد خواهند کرد و ما باید محکم بیستیم و سعی کنیم که این مقاومت رو به اینها نشون بدیم و بگیم یک نفر، یک گروه و یک سازمانی هست به رهبریت پاک و واقعا انسان میهندوست و فداکار، تک تکتون هستید. کی این همه را میاد اینجا تظاهرات کنه؟ شما ببینید کجای دنیا غیر از شما کسی رفته اقلا 500 نفر یک جا جمع شدن یک کاری انجام بدن؟ همین کار زشت اینا رو غیر از شما کی انجام میده؟ هیچ کس، فقط شمایید و هیچ کس دیگه نیست و انجام این کار با شماست و شما ایران را آزاد خواهید کرد و شما هستید که انشاءالله به زودی در ایران افتخار بکنید. درود به تک تکتون.